It's my great pleasure to introduce Dariush, one of the greatest vocalists and an icon of Persian music. I remember with his music choices, his poetry, and his incredible voice, he began movements. I was a kid, maybe 7 years old, when I would sing his song Rahoyi bravely on the streets of Shiraz as I would walk to get some bread from my parents. But Dariush's voice, Dariush's music isn't what really makes Dariush stand out. Dariush stands out from his contemporaries because of his love for people, not only Persian people, but all people, and the sacrifices he's willing to make. That is why I believe when he first learned about Patient Safety Movement Foundation and the number of people that were dying needlessly due to medical errors, due to lack of process in hospitals to avoid those medical errors from becoming fatal, he owned it. He owned our problem. And he understood from that day that we all have to own this problem. We have to unite. It's not just something for doctors and nurses and executives and engineers, but everyone. If we're going to eliminate 3 million preventable deaths around the world and 200,000 in the US alone. So without further ado, let me introduce someone I have looked up to since I was a kid and someone I still look up to, Mr. Dariush Erboli. Hi, Mr. Kiani. Thank you so much. I have to transfer my feeling with my own language. من از تو به عنوان یک انسان، به عنوان یک فعال، به عنوان یک انسان دوست، به عنوان کسی که تلاشش از 9 سالگی که آمدی از اون مملکت بیرون و در تتاک که موقعی که دیدم شنیدم چی گفتی برای من خیلی جذاب شد. یه انسانی که در طفولیت در کودکی میاد بیرون چگونه میتونه نگاهش انقدر وایز باشه، انقدر نگاهش بزرگ باشه، به جای اینکه عکس العملی راجع به مسائل نشون بده، عمل تو رو ثابت کرد که چه اکشنی نشون دادی. و خیلی ها متاسفانه در مقابل حوادث، مقابل آسیب ها، مقابل بیماری ها، مقابل اتفاق هایی که در کادر پزشکی مخصوصا میخوره ریاکشن نشون میدن به جای اینکه اکشن نشون بدن، به جای اینکه یه کاری بکنن. و این باعث خیلی اتفاقای ناگوار در دنیا شده. تو یکی از کسایی هستی که شخصیتا برای من بسیار بزرگ و دوست داشتنی هستی که نشون دادی نه افتادیم تو این دام، افتادیم حالا باید چی کار کرد. و بزرگترین اتفاقی که به نظر من باید در این رابطه بیفته که افتاده در شرف تکمیل شدنش، اون همبستگی است، اون یونیتی است. یونیتی به تمام مسائل دنیا ربط داره، در هر قسمت، در بخش سیاسیش، در بخش دوستانه، در بخش خانواده، در بخش سلامت جامعه بسیار حائز اهمیته که مردم این معضل اجتماعی رو از آن خودشون بدونن، خودشون رو جزو یک سازمانی بدونن که داره براشون تلاش میکنه. من از تمام کادر درمانی ایرانی که در دور دنیا هستن و پزشکن و در بیمارستان ها کار میکنم، واقعا درخواست میکنم، خواهش میکنم اون حس انسان دوستانه رو بیاریم جمع کنیم در یک جا. برای ما ایرانی ها باید افتخار بزرگی باشه که وجود تو، حضور تو باعث شد که پیشنت سیفتی اسمش و ایمنی روز ایمنی بیماران
سازمان بهداشت جهانی اسمشو بذاره، به خاطر فعالیت هایی که تو کردی، به خاطر عشقی که به انسانیت داشتی. اینجا الان ارزش انسان در این دور زمونه، تنها چیزی که ارزون شده جان انسانه. همه چی قیمتش میره بالا به غیر از جان انسان. برات آرزوی موفقیت میکنم و به عنوان یه دوست، به عنوان یک برادر ازت تشکر میکنم. ضمناً اینکه یار راه ما هم هستی، آینه رو تو حمایت میکنی، ازت سپاسگزاریم هممون. Thank you so much. I just want to now close with any final remaining advice, remaining thoughts you'd like to give our people today. مسیح جان ممنونتم. من آخرین صحبتم باز به مردممونه که سلامتی حقشونه، باید بخوان، باید patient safety is human right. قبیله یعنی یه نفر رو باید بذاریم کنار، باید قبیله ای فکر کنیم. دست جمعی همه برنده هستن، همه سلامتن، همه خوشحالن، همه موفقن. من از تو سپاسگزارم، آرزوی موفقیت بیشتر برات میکنم و امیدوارم 17 سپتامبر اتفاقای خوبی بیفته در دنیا، مسیجی، پیامی باشه برای تمام گرداننده های این دنیایی که پر از شقاوته، پر از کین است، پر از جنگه، پر از خشمه، و ما به سهم خودمون بدهیمونو به این دنیا میدی. تو هیچ بدهی دیگه نداری. دایش جون. Thank you for all that you've given. Thank you, despite, I know how busy you are, for you to take the time and join us once again in the patient safety movement. I, with many, many others, are very, very appreciative and extremely grateful to you. Thank you. Thank you. And your words of unity, your words that actions are more important than words, will stick with us. And we will carry the flag forward. Thank you. Thank you so much, Darius Chu, for a minute back. صلیب صدا اسلوبم ای دوست، تو گمان مبری مغلوبم ای دوست. شرف نفس من اگه شد قفس من، به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی کفن. گفتن یه گناه بود مثل دیدن یا شنیدن، معنی آوازم این بود ته بنباز داد کشیدن. وقتی حتی توی خلوت فکر آزادی قفس بود، گفتنی ها رو میگفتیم اگه فرصت یه نفس بود. به گناه صدا با جرم گفتن، اگه روی صلیب بیرون شدم من، شرف نفس من اگه شد قفس من، به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی کفن.
حسرت من بوی گندم بر دلم داغ شفای از عذاب تلخ مردم از کسی که مثل بختک تو شبام انداخته سایه یه سوال ساده کردم نفرت من شد گلایه به گناه صدا با جرم گفتن اگه روی صلیب بیرون شدم من شرف نفس من اگه شد قفس من به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی کفن هستی. Back to you, Ariana. Thank you, Joe, and thank you, Dariush, for a fantastic session. I'm here to help you all transition to the next session. Next, you'll have time to join one of our facilitated roundtables, have open discussions in selected open rooms, visit our sponsors in their virtual exhibitor booths, as well as chat with other attendees one-on-one. You aren't limited, so you can use the next 20 minutes however you'd like, exploring the options I've just mentioned, and you should receive a notification up in the top right-hand side of your screen to help direct you as well. Enjoy the next 20 minutes of networking.